گفته جان گذشته عمر ما دل بی قراره دل عاشق قراره رویاد قراره دایاد بی داد زمستون دلی که ماران دیزنان دلی که دل بری داره به واره دایاد بی داد بگیر از ابر بارون زور عالیه دلت خوش باشه با یادای خیالی داد بیداد بیا تا قدر این روز را یا بدونیه که فردا جای ما مامان جان یه سوارش زشت من تو خیابون دنبالت افتادم. خب را نیفت برو به کارت برس. مامان جان من که تا تو رو سوار نکنم که نمیرم. این ماشین تابلو از تابلو ترش نکن. نقیب من اعصاب ندارم بذار برم به کارم برسم. مامان جان عزیزم یه سوارش من میرسونمت بیا. سوار نمیشم. مامان عزیزم یه سوارش. سوار نمیشم. یه سوارشو. نه. بازم. اه؟ یه عزیزم سوار شدی که فدای تو بشم یه سوارش. فرق کرده مال تو نیست اصلا بهت نمیاد فرق نکن بهت نمیاد اون وقت دلم تو رو نمیخواد اما جان الان میریم همین جلو یه نهار مبسوطی میزنیم من وقت ندارم یه ساندویچ سرپایی میخوریم بعد برم به کارم برسم الان یک همبرگر دونونه با پیاز جعفری داره میدم حال کنی پیاز جعفری نمیتونم بخورم دارم میرم سر کار دهنم بو میگیره بدون پیاز جعفری جان حاجی فدایت بشم کجایی نقی جان؟ در خدمتم امر جلسه ما برگزار نشد بیا که زودتر بریم تهران حاجی جان من یه نهار بزنم سرپایی بیام نخوری ها بیا من برات گرفتم خودم هم نخوردم که بریم تو جاده با هم بخوریم حاجی میتونی دوتا نهار بگیری؟ شما از سهم من زشت من برم برای غذا اضافه رو بزنم نه حاجی حرفت متینه درست میفرمی زشته چش حاجی میام خدمتت فدای تو بشم نقی من از دست تو سرمو کجا بکوبم؟ نه همان جان نهار که مسئله نیست من میخواستم شما غذای فرمانداری رو بخوری ببینی اینا چه برنجی دم میکنن اینقدر قرد میشه لازم نیست شما چشیدی کافیه منو برسون سازمان الان غذای اونجا تموم میشه من گرسنه بعد برم جلو دوربین ضبط میکنم خب من یه سمبوسه لازم نیست نه خیر آقای محترم منو برسون سر کارم چش خانم محترم چش فدایت بشم چش لوسم نشد Thank you.
سام علی. سلام بابا. به اون باش حرف زدی؟ همین که الان جلو اینجا هم خرخره تو رو نمیجام، برو خدا تشکر کن. کلی بازی در نیار، درست ببینم چی شده. مردی بازنش دعوا شد، نرسید به اونجا که روغن عوض کنه. خب پس به خیر گذشت. آره به خیر گذشت. آره شما به خیر گذشت. قلب من اومد تو دهن من، نصفم شدم. آقا من این پولو نخواستم. آخرش اگه از استرس من سکته نکردم، نصف بدن من فلج نشد. هرچی پول به من دادی خرج دوا درمون نشد. تو هرچی دوست داری به من بگو. آه هزار بار این حرف رو زدی، بی خیال شو تو رو خدا. بی خیال نمیشم. اگه اون روغن عوض میشد، اون بسته لو میرفت، پسرخاله من لو میرفت، دمه اعدام بود. خود من کم کم 91 روز بودم. اون سری شما اومد اون بستر چسبون زیر ماشین رفت زندان. دوباره این سری برداشت. کدوم سری بابا؟ اون جسن جنس نبود. جنس نبود؟ چی بود پس؟ پشکل بود؟ چی بود؟ گذشته ها گذشته. الان بیا در مورد خودمون حرف بزنیم. آقا درست صحبت کن ببینم چی میگی تو، من نمیفهمم. شما داشتی امتحان پس میدادی، سر بلندم اومدی بیرون. ولی اون جنس نبود، نمک بود. نمک. بچه بچه حرف میزنی تو، نمک بود. چی میگی تو، من نمیفهمم. فکر کردی بار اول ندیده نشناخته این همه جنس رو میذارم کف تو؟ نه خیر آقا جون، شما داشتی امتحان پس میدادی، امتحانت هم دو سر داشت، یه سرش تو بودی، یه سرش اینی که نمک رو از زیر ماشین تو زندان کشید بیرون و لو نرفت. بله آقا رسولی اینطوری کار میکنه، وقتی میخواد تست بزنه همه رو با هم تست میزنه. حتی منم داشت تست میزد که تو رو چجوری تست میزنم، تستن در تست. سر من داشتی کلا میذاشتی؟ مردک من داشتم اونجا از استرس خفه میشدم، داشتم میمردم و تو من نگفتی؟ بشین کنی بازی دار نیار. چی رو من به تو میگفتم؟ ده اگه به تو گفته بودم که این کارو نمیکردی که. ببین عزیز دل من، کار زحمت داره، درست مایه تیلش مفته، ولی هولو نیست بیاد بره تو گلو. ببین از این به بعد راه من تو اصلا جداست، هیچ کاری به کار من نداشته باش، هر غلطی هم دلت بخواد بکنی بکن، فقط همین الان هر جور شده میری اون بسته رو از زیر ماشین پسرخاله من میکشه بیرون. مگه الکیه؟ همین که گفتم، خودت چسبوندی خودت هم میکنی. کار من نیست. کار کدوم خریه؟ کار من نسبه، جدا سازی کار کسی دیگه ایه، گرفت و گیرش بیشتره، مایه تیلش ده برابره، ولی من نمیخوام. میدونی چرا؟ چون من خودم رو میشناسم، اگه منو بگیرن یه جفت چک به من بزنن کل عشیرت رو یه جا میفروشن. بذار حرف آخر من به تو بزنم. آقا کابوس، یا میری اون جنس رو از زیر ماشین پسرخاله ما میکنی، یا به این شاخ سبیل قسم میرم لوت میدم. و سلام، خدا حافظ. بیا بگم بیا بشی یه دقیقه. نکن بابا جان. بهتاش جان، مامان بیا مثل بچه آدم یه لقمه نون بذار دهنه، تو ضعف میکنی میفتی تو زمین چمن. آقا ضعف کنم بهتره تا این بدبختی. نه حرف نخور،
یه روزه دروازه‌بان اصلی شدی، تو تلویزیون تو رو نشون داد، بابای تو زنده شد، دیگه چی میخوای؟ دیگه ببخشی منم بعد موقع زنده شدم، این مصیبت بدبختی آوار شد برای چه حرفیه؟ آرام باش، آرام باش، یداشان آرام باش. چیه؟ من با این زبون چجوری بری بابا رفتن به باشگاه که با زبان که نیست، با پای خودت میری باشگاه دیگه. بعدش هم دروازه‌بان دست پای عنکبوتی میخواد، زبان که نمیخواد آقا، وزخ که نیستی که تو با زبونت مثلا توپ بگیری. بعد میگم فهیم نه درست میگی در چی؟ دروازه‌بان میگی؟ دروازه‌بان ها تا زمین وایساده. خب همه نگاه میکنه، زیر نظر داره، میفهمم. آره. درسته. تو جانم چی؟ برم باش همه من خنده میکنن، بی خود میکنن، بی جا میکنن، تو رو خنده میکنن. بابا این حرف چیه؟ چی بابا؟ چی؟ فرتی فرد نکن بابا، حرف بزن. آی نزن. فکر شدم یه بازیه. میفهمم. مهم نیست. ای بابا. مهم نیست ماما، هیچی نیست. ناراحت نشو. چیه بابا؟ اره چی؟ ارسطو حق نداره پاشه بذار اینجا. یه گدابازی در نیار، چیکار کردی؟ یه ماشین برداشت برد، حالا کارش انجام میده میاره. اشتباه کردم. تمام شد. بعدش هم بابا یه ماسک بزن رو صورتت، فهمیدم چیکار کنی. میری باشگاه میگی من سرما خوردم، گلو درد دارم، تمام شد دیگه، هیچکی نمیاد طرف تو صحبت کنه. همین مونده فقط ماسک بزنه. چرا؟ آدم میگن این اومده همه رو به کشتن بده، مریضه. نمیشه. نه نمیشه. غلط گفتم. فکر کنم آرسطوئه. جانس با منه. جانس؟ این چقدر همه چی عوض شده، این دختر با این سر شکل تو آژانس کار میکنه؟ ببینم کدوم دختر؟ این آژانس اختصاصی آقا بهتاشیه. نه بابا باش حرف بزنی. بهتاش چرا اینقدر من هرس میدی؟ صد دفعه نگفتم این به درد تو نمیخوره؟ با تو هم آقا چند بار بگم این دختره حق نداره پاشه بذاره دم خونه من. این یه ذره بچه چقدر عوض شده فاهم باشم. یه ذره هست؟ دیگه حالا بزرگ شده. از تو برای من آبونونی در نمیاد، تو به هیچ جا نمیرسی با این وضعه. چرا جواب نمیدی؟ بده. نمیتونم. کیه که نمیتونی جواب بدی؟ جواب بده ها؟ باش قاس مسخره دوازی در نهی واسه من. جواب بدم اخراج میشم. این چه صدایی از خودت در میاری؟ نمیتونم. نمیتونی؟ پیاده شو برو پایین. برو پایین. سری ببینی که حالا کوتا ببینی چقدر عوض شده. اینجان اینا جوونن بی حوصله اند دیگه، طاقت ندارن. تو فکر کردی این الکی این لنگولنگ به هم زده؟ من خونه دل خوردم تا بشینم. بچه بی پدر بزرگ کردن واقعا سخته. تو رفتی این بچه یکی 60 بود، الان شده 2. 40 سانت من با بدبختی گذاشتم. واقعا 40 سانت چقدر من بند انداختم. چقدر من ابری مردم برداشتم. 5 تومن گذاشتم. چقدر من موی را مردم رنگ کردم. یک بوی رنگ اینجور دادم به حلق خودم تا اینجور بزرگ شه هارشه پاچه بگیر. واقعا سخت. درود به شرف تو.
اون یکی کوچیکه تو رفتی 10 کیلو بود، الان شده 110 کیلو. به کی بردین اصلا فهیم؟ تو اصلا میدونی 100 کیلو گوشت چربی از کجا اومده؟ نه واقعا خلاصه یکی به طول یکی به پهن خون من مکیدن تا رسیدم به اینجا. من واقعا شرمنده تو هستم فهیم، واقعا بار این زندگی مشکلاتش به دوش تو بوده. دشمن تو شرمنده، عیب نداره فهیم. بزوییم میگم که این سلمونی رحمت کجا هست حالا؟ سلمونی رحمت چیه؟ با سلمونی رحمت چی کار داری؟ چی شده ببود؟ چی شده؟ میگم مغازه مردی کجا هستش؟ من اصلا نمیدونم آدرس مغازه این کجاست. میگن تو خیابان اصلیه، همین نرسیده به میدون. اسم اینم من نمیدونم. حالا با مردی چیکار داری؟ بابا فهم این رفیق منه، من برم پلو این یک سرکله سبک کنم سلمونی کنه منه. بود نرو اینطور جا. بابا دل من برای این تنگ شده، بذار برم فهیم صحبت کنم. خیلی خب، حالا بعدن اینو میبینی، ولی سر نداره رحمت بزنه. بابا من الان سلمونی واجبم فهیم جان. خب مگه من مردم؟ اصلا رحمت کارش خوب نیست، هیچ مشتری از این راضی نیست. بشین. واقعا؟ بشین آقا، کاریت نباشه. عجب. اصلا این رحمت کاسه معروفه. میگن مشتری رو میشونونه، انگار کاسه رو میذاره سر این. این بچه از اولش هم تو هیچ کاری رشد و نمو نکرد. آره منم نمیدونم. یعنی همش پس رفت بود. همش. آره حالا بذار من برای تو یه سری بزنم. آها. آها. بلدی قشنگ بزنی. 10 سال جوان‌تر بشی. دست درد نکنه. اصلا بشی بهبود 10 سال پیش. بشی اصلا بهبود قبل اسیری. پلسوم رجبی شون، عباس فیروزی شون هم که شد، دستگون هم که تموم شد، موندش خواننده. میگم عزیز، چاوشی چقدر میگیره بیاد بر عروسی؟ الله اکبر، من نمیدونم چرا همه گیر دادم به چاوشی برای مراسم. همه؟ من کسیگه هم اینه گفته؟ نه، یکی از همسایه های ما کلپا شد، اون بشه داد به شما. آقا این شب خوابی صبح بلند نشد. بعد بچه های این صحبت کردن، گفتن که بریم برای مراسم با چاوشی صحبت کنیم بیاد بخونه، معاملهشون نشد. حالا اینا اصلا مهم نیست، بحث مجلس و موزیک ما کلا بسته شده. یعنی چی؟ چه جوری بسته شده؟ عزیز الان قراره که مراسم عروسی برادر دوتا از بهترین خواننده های شمال برگزار بشه. خب انصاف نیست من اینا رو ول کنم بلنشم برم دنبال خواننده بگردم؟ هرجو سلام میدونی. فدایت. میگم عزیز یه ذره زود نیست؟ چی زود نیست؟ همین بحث مراسم رو میگم، ما هنوز یه چای تلخ با هم دیگه نخوردیم. اسپرسو دبل ما به چایی نمیارزه، دور سر تو بگردم من. محمد جان یه لحظه بیام. سلام پسر، همت خوبه؟ چیه؟ باز چی شده؟ محمد جان من یه 2 دقیقه با تو کار دارم. داداش ما تو تدارک کارهای پس فرداییم. چقدر خوب که داداش خودت هم حضوران تشریف آوردی، من کارتت تقدیم کنم. نامزد من هستن آتی جان. بله سلام. بله شما خوب خواستید، ارادت دارم خدمتشون. رحمت جان من 1-2 دقیقه میخواستم با شما خصوصی صحبت کنم، اگر که خلوت بشیم. آقا من اگه کاری نداریم پس من برم خرید کنم. نه شما محرم هستین، تشریف داشته باشین. بفرمایید، خرید خیلی خوبه، تبریک میگم به شما. ایشالله پس فردا شما رو زیارت میکنم.
پسر شما برو یه دو تا چای تلخ بگیر، زودم نیا. برو فدای تو بشم. دوست شما چی دستور میدین؟ بیا برو این کلاسه آبگوشتی بر من نذار. بیا برو. چرا به همسر من بی احترامی کردی؟ این کارگر دوزار بگیره چرا رد کردی رفت؟ آقا برای چی مغازه رو داری میبندی تو؟ اما چاره شدم، به خاک سیاه نشستم. فقط الان میتونم با تو حرف بزنم. ولکن آقا من فقط دنبال آرامشم. دست از سرم بردارید. حرفات به سنگ بگو به من نگو. دیگه هیچی نمیخوام بشنوم. بس دیگه هرچی ستم کشیدم از دست خانواده معمولی و فریبا. رحمت جان من خودم بدبخ شدم، یه خانواده رو بدبخ کردم. خانواده کی؟ نقی و زن بچهش. باز دعوا گرفتی؟ صدمه دیده کسی؟ تو فقط در جریان باش که من گیر افتادم. من چاره ای نداشتم. فردا اگر نقی معمولی رو اعدام کردن، دو دقیقه بعد من خودکشی میکنم. تو در جریان باش که این خودکشی فقط و فقط به خاطر اون مرد هست. چیز دیگه به من نبندن، ماجرا رو عشقی جلبه ندن. من بازی خوردم، بد بازی خوردم. رمت چی؟ مرگ رمت چی شده؟ آج نقی با آقای مالکیشون دارم میرن تهران. مالکی رو کشته؟ نه نه، مالکی الان تو ماشین آج نقیه. خب این که ترس نداره که. داره قاچاق میبره. قاچاق چی؟ 3 کیلو مواد مخدر گذاشتن به زیر ماشین نقی. الان تعطیله، بفرما. تعطیله، بعدم بیا. معلوم بود دیگه، معلوم بود. وقتی خونه عوض میکنی، ماشین دراز میخری، مبل و صندلی و همه چی رو عوض میکنی، همین معلوم بود. آقا چرا بچه حرف میزنی؟ نقی روحش هم خبر نداره. ببین ما به کی رأی دادیم؟ آقا اونا بی تقصیرن. مواد مخدر چسبوندن به زیر ماشینش. خب کی؟ کدوم بی شرفی؟ کدوم بی همه چیز؟ من بی شرف، من بی همه چیز. فدای تو بشم من. تو چسبوندی؟ من آره، نه یعنی من باعثش شدم. توی زندان که بودم یه آقا رسولی بود، این برام محترم بود. این گفتش آقا رفتی بیرون، اگر کاری نداشتی یه کابوسنامی هست، برو پیشش بگو من از طرف آقا رسولی هستم. ما هم رفتیم اونجا پیش آقا، کابوس ندونسته یه پولی گذاشت کف دست ما. چه میدونستیم که این اتفاق میفته؟ این پولا رو برداشتیم خرج کردیم، گوسفند زمین زدیم پیش پای آج نقیشون. آقا برو بعدم بیا. من باید فکرشو میکردم. این پولی که دست تو رسیده مشکوکه، پول کثیفه. من باید فکر اینی میکردم متاسفانه. هیچی، این آقا کابوس ما رو بده کار خودش کرد. بعدش هم گفت الا بلا هر کاری من میگم باید انجام بدی. کدوم کار؟ همین دیگه، مواد رو چسبوندم زیر ماشین، بعد این ماشین رو برمیدارم میبرن چه میدونم جاهای حساس مثل زندان، تهران، این ور اون ور. تهران هم مواد میدن؟ آقا تو دیگه جرم و سنگین‌تر نکن. قرار این بود که وقتی ماشین رسید تهران، یه نفر بیاد این مواد رو از زیر ماشین بکنه. خداوندا چرا سرنوشت این بشر رو گره زدی با مواد؟ این آخر سرم با مواد میمیره. اون سری با تریاک در رفت، این سری با هروئین گیر میکنه. واس خدا رو 100,000 مرتبه شکر که من مسبب اعدامش نشدم، ولی نمیتونستم سر بلند کنم تو علی‌آباد. شلوغش نکن. کابوس رو نیم ساعت پیش گرفتن. الان ما باید نقی و نجاتش بدیم قبل از اینکه کابوس همه چی لو بده. بیا برو نجاتش بده. نشستی قشنگ چوبه دار مردی رو ریز به ریز تراشیدی. از اون بر تناب دار اینو نشستی بند به بند بافتی، فقط ننداختی گردنش. بیا برو نجاتش بده. آقا تو رو خدا یه کاری بکن، من یه غلطی کردم. رحمت جان تو رو جان هر کی دوست داری یه کاری بکن، یه مشورتی یه کمکی فدای تو بشم. من دستم به دامنه. یا برو زنگ بزن به نقی راست ماجرا رو بگو. مردی پشت فرمونه، من بهش میگم سکته میکنه، نماینده نرو به کش میده. زنگ زدی بگو بزن بغل، بعد راستش بگو. آقا راه حل من نشون نده. تو مثل که نقی معمولی نمیشناسی. این آدم بی خودی هم جوگیر هست. من اینو بگم مواد زیر ماشین تو چسبیده، سر از بدن من جدا میکنه. خداش خوشبین باش، شاید کابوس چیزی رو لو نده. لو میده، یه دوتا سیلی بخوره هم من لو میده، هم نقی، هم خودش، جدش و زبرجدش لو میده. بلنشو بریم یه غلطی بکنم. بشین داداش، کجا بریم با این ماشین دراز دنبال نقی؟ آخه طرف تابلوتر از لنگ درازش این ماشین غیر آدمیزادشه. حواس من پرت تو این وضعیت، نمیفهمم چی کار میکنم. بلنشو در مغازه رو ببن بریم یه کاری میکنیم. بشین داداش، بشین. شرمنده داداش، من دیگه نیستم. همون یه باری هم که اون یه نخود مواد از اون دوتا جوجه اردک زشت گرفتم، تا مرز سکته رفتم و برگشتم. حالا چه برسه به اینکه بخوام جیمز باند بازی در بیارم برم از زیر ماشین مواد جدا کنم. رحمت جان ارواح عزیزترین کست، یه کاری بکن. من چی کار کنم تو این بدبخت؟ مخ من نمیکشه که. داداش نوکرتم من، پس فردا سالن دارم، فدای تو بشم. من نوکرتم، من از الان باید برم تو قرنطینه، خط و خش رو من نیفته. سالن سوخت بره زندگی من سوخت میره.
من همه خرجی که برای عروسی اول کردم چون پیش پیش دادم دیگه الان قدرت ریسک ندارم، میفهمی؟ نیسون آل مال کیه؟ مال هر کی، چی کار داری تو؟ مال همسایه است. بپر بگو یه دو ساعت اینو به من قرض بده، نیسون ما یه کار فوری داریم. داداش تو مثل که حرف گوش نمیدی یا؟ رحمت کاری نکن من دیوونه بشم به این سبیل خودم و خودتو این آرایشگاه رو با آتش بکشم. آقا چرا حرف با خرج تو نمیره؟ مردی رو وانتش بگیرم بلند شیم بریم اونجا گیرم میافتیم جواب چی بدم من؟ مرد حساب اینا با 3 کیلو مواد مخدر دستگیر بشن خبرش از جنگ جهانی سوم بیشتر صدا میکنه. فدای تو. نسل معمولی داره منقرض میشه. فدای تو. معمولی 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 خانواده معمولی. الو، آره، افتاد تو جاده، پس من برمیگم. شمالی خیلی به هم ریخته بود، اصلا یه کشوری شده بود پر از هرج و مرج و اینا، یعنی به طرزی که نه قطاری می اومد نه هواپیمایی می اومد نه ماشینی می رفت نه ماشینی می اومد، هیچی خراب اندر خراب، شیر تو شیر، خر تو خر. ما تو همین اوضاع احوال فکر می کردیم که چطور باید برگردیم به ایران. هیچ راه چاره ای نداشتیم، یعنی نه راه پس داشتیم نه راه پیش. تو همین هیری بیری بود که یه خبر رسید که آقا چند تا از لنجای ایرانی اومدن اینجا توی ساحل اینجا دارن ماهیگیری میکنن. دونستی؟ ما خوشحال شدیم و با بدبختی خودمونه رسوندیم به اینا. رفتیم پلو اینا، گفتیم که آقا ما هم ایرانی هستیم، میشه لطفا ما رو هم با خودتون ببرین؟ گفتن نه آقا نمیشه، ما جا نداریم. هیچی. من دیدم که هرچی ما اصرار میکنیم اینا میگن نه. من ناخدا رو کشیدم کنار، گفتم ناخدا من با خودت ببر، من برفتن خانه هم، من زن بچه دارم، من جنگلبانم. ناخدا یک نگاهی تو چشم من کرد و انگاری که دل این به حال من سوخت، گفت باش، قبول کرد. اینا دیگه خوشحال شدن، شادمان شدن، غرق در شادی شدن، سوار این لین شدیم و اینا رو افتادیم به سمت ایران. یک چند کیلومتری که اومدیم یکو دیدیم آقا کم کم چند تا قایق دور و بر ما را انگار گرفتن. من خوب دقت کردم دیدم انگار این قایق ها ما را محاصره کردن. باز بیشتر که دقت کردم دیدم چند تا از این آفریقایی های سیاه‌پوست نیقلیونی خیلی دراز اینا وایستادن ما را دارن بدجور نگاه میکنن. من فهمیدم که اینا میخوان به ما حمله کنن. گفتم بچه اصلا نترسین، من یک تن اینا رو حریفم، یعنی من میرم اینا رو میزنم سر زانیم این هیزم میشکنم. تا اومدم حمله کنم نگو اینا تفنگ دارن. اینا ما رو گرفتن بردن توی لنج و تا جایی که میخوردیم پاییم ما رو کتک زدن. درسته؟ یعنی با گنداغ تفنگ میزدن توی سر من، خدا شاهده من اصلا بیهوش شدم پاییم، بیهوش شدم به طرزی که بچه ها فکر کردن که من مردم. درستی؟ بمیرم برای تو. خلاصه من کم کم بیهوش که اومدم اینا گفتن آقا شما دو تا راه بیشتر نداریم. گفتیم آقا راه ها چیه؟ گفتن یا این که زنگ بزنیم به اقوام خیشان و بستگانتون، فک و فامیلتون، به اینا بگین که پول برای شما بفرستن که من شما رو آزاد کنم، یا این که چی؟ دستمو بردم بالا، گفتم شما یک پولی برای من شاید بفرستین. همین که دستم بردم بالا یک لحظه چهره بدبخت بی پول نقی اومد جلوی چشم من، یک لحظه چهره مفصوم محجوب تو اومد جلوی چشم من، یک لحظه این دو طفل اومد جلوی چشم من، یک لحظه چهره این بابا پنجری اومد تو چشم من. گفتم اینا آه ندارن بدبخت ها با ناله سودا کنن، پول از کجا بیارن برای من بفرستن، دیگه من منصرف شدم. بگو تو بعد به ما میگفتی.
ما از زیر سنگم که شده بود باید این پول پیدا میکردیم برای تو میفرستادیم تا از اسیری نجات بگیری. فاین جان کدوم سنگ کدوم پول بابا؟ تو فکر میکنی اگه برای اینا پولم میفرستادی من آزاد میکردم؟ حالا خدا شاهد اصلا یعنی وقتی فکر میکردم تو با این دو طفل چطور میخوای بعدش زندگی کنی؟ چه عذابی باید بکشی به خاطر اینکه من اسیر باشم یا اسیر نباشم اصلا منصرف نشدم. هیچی دیگه، ما 4 ماه توی این لنج بودیم و خلاصه بعد از 4 ماه اینا دیدن که پولی مولی در کار نیستش، این لنج تیکه تیکه کردن بردن فروختن. همه لنج مارم برداشتن کجا بردن؟ بردن توی جنگلی. جنگل نگو بلا بگو، یعنی روزی 100 مرتبه من مرگم از خدا میخواستم. فهیم خدا شاهده، فهیم باور کن تو اون لحظات من به تنها چیزی که فکر میکردم به تو بچه ها بود. خدا شاهده، یعنی عشق تو این بچه ها باعث میشد که من زنده بمونم، وگرنه اونجور زندگی کردن از مرگ برای من بدتره. به جان عزیزت، همین الانم که دارم میگم یعنی تن بدن من داره میلرزه. دست من الان ببود. دست تو خوبه؟ خوبی؟ داداش به نظرت این بیشتر با من میاد یا این؟ آقا مگه میخوای پسندت کنن؟ میخوای شناخته نشی دیگه؟ یک شتو برده یک شم بده من دیگه. بیا اینه تو بزن. برای خودت برداشت یا نه؟ میاد. آخ 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 این که روشنه که. چی ماشین؟ نه بابا چراغ بنزین رو میگم. این از کی روشن بوده؟ نکنه بنزین تموم کنیم. مگه تو ماشین رو روشن کردی ندیدی آمپره؟ بابا من اصلا حواسم نیست که. چی داری میگی تو؟ با الان این اطرافم که پمپ بنزین نیست. اصلا باشه، ما که فرصت نداریم که بزنیم که. مردی داره میره. یه دقیقه ساکت باش، من یه زنگ بزنم به نخی. میخوای بگی بهش پس؟ بگم دیگه. چیو بگم؟ نه بابا. میخوام اینو مردی کجاست آمار اینو در بیارم. جانم بسر خلفت داری تو بشم. حاجی کجایی؟ آقا به تو چه مربوطه؟ نه شرمنده حاجی، میگم به تو چه مربوطه؟ من دارم میرم سمت تهران. نه جایی ایست نکردم، باید مجلس باشم. من عجله داریم ما. حرفت بزن. الان کجایی؟ میگم قصد مزاحمت ندارم، فقط یه سوال میخواستم بپرسم. من از تو میپرسم کجا هستی کجا نیستی؟ شد یه بار شما زنگ بزنی بگی آقا پسرخاله حالت خوبه، روبرایی روبروشی سر کیفی؟ چه سوالی تو میکنی؟ چه اخلاقی تو داری؟ آقا اول بپرس تو برای چی من زنگ دارم میپرسم؟ بهبود دوباره قاطی کرده. بیا اینو برداری ببریم بیمارستان. باز قاطی کرده؟ آره به هم ریخته، یه چند تا چیز میزم شکسته. کجا؟ منزل ما یا منزل خودش؟ خونه خودش. خب این ملی اگه قرار باشه اینجوری قاطی بکنه بزنه چیز میز بشکنه، چیزی واسه موندن باقی نمیذاره. الان چیکار میکنی حاجی؟ برمیگردی؟ من دورم، خیلی دور. چقدر دور؟ من نزدیکای پول سفیدم. چهار تا مامور به من بدی، مامورا رو ورد و برو اینو سیر کتکش کن. حاجی جان این دامادت غریبه که نیست. این آیا این طرز برخورد با مریض روانی درست است؟ خیر دور بزن بیا. آقا بالاخره باید اینو یه جوری جمع جورش کرد یا نه؟ باشه من خودم حلش میکنم. اینو باید با تدبیر حل کرد حاجی جان، نه با کتک. باشه برو یه جوری اینو با تدبیر امید جمعش کن بیا. بعدا یه تا بشم به سر خاله. شرمنده حاجی جان.
چی میگه؟ اینا نزدیک پل سفیدن. یه خورده گازش بدیم بهش رسیدیم. آه خدا خودت رحم کن. الو، عذرخواهی میکنم دوباره مزاحم شدم. من فقط تماس گرفتم بگم تماس گرفتی با اقوام تهرانی؟ میان حتما تشریف میارن؟ خب خدا رو شکر. نگران بودم آخه سالون بزرگه، خالی نمونه این سر کچلی. دور سرتو بگردم من. ای دور سرتو بگردم من. من عزیز من بعدا تماس میگیرم. دور سرت بگردم. خداحافظ. آخ آقا چرا شلوغش میکنی؟ شاید سرعت غیر مجاز رفته. چه سرعت غیر مجازی؟ پلیس زنگ زده به این راهبر گفته فلان ماشین مورد داره، مواد مخدر داره، این توقیف کنی. یواش 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 ببینیم چه خبره. یا حضرت عباس آقا فایده نداره، من برمیگردم همه چی میگم. آقا چی رو برمیگردی؟ آقا رات برو، آقا بدبختر از این نکن ماره. آقا بذار برگردم. حاجی آقا شیشه‌های ماشینتون دودیه و این خلاف مقرراته. ظاهرا سری قبلی هم همکار بنده به علت شیشه دودی شما رو اعمال قانون کردن. نه دفعه قبل که به دلیل سبقت غیر مجاز بود که شیشه دودی هم مزید بر علت شدن. تو توجه کن داخل خودروتون اصلا مشخص نیست. من شرمنده میگم سروان، شما درست میفهمید. شما باید مسائل ایمنی امنیتی رو هم در نظر داشته باشین دیگه. بالاخره خودرو یه مسئول مملکتیه، نمیشه همینجوری. بالاخره از اینجا خوب نمیبینم. دارم با پلیس حرف میزنم. پلیس بهشون میگه نه؟ نمیدونم، فعلا که دارن صحبت میکنن. توجه کنید با توجه به شرایط خودروتون، شیشهاتون دودیه، پرچم هم نصب کردید و این بیشتر جلب توجه میکنه. مردم فکر میکنن چه شخصیتی داخل خودرو هست حضور داره. البته شخصیت کمی هم داخل خودرو نیست. ایشون جناب آقای مالکی. ادامه ندید آقا. جناب سروان، من ضمن عذرخواهی عقل رو به شما میدم و قول میدم در اولین فرصت ان شاءالله نسبت به تعویض شیشه رو جریمه میکنی. خودرو نماینده مجلس به هر صورت فرقی نمی کنه. این به خیر بگذار، من یک دوستان میذارم زمین. بکنم به خیر گذار. به خیر گذشاره دارم میان سمت ماشین. سوار شدم. پای سه کیلو مواد در میونه. این نگرفته باشه بعدی میگیرتشون. آیا روته بگی، روته بگی، سرتو بدوز، سرتو بنه پایین. دارم میان حرکت کنم، دارم میان حرکت کنم. بریم بریم را بیار دنبالتون. سرت پایین باشه، سرت پایین باشه، بریم دنبالش. چجوری همسرمو بگیرم پای هم رانندگی کنم؟ این الان اینجا اینو نگیرن ایستگاه بعدی دیگه حتما پلیس اینو میگیره، مواد کشف میکنه. خدا چجوری این پسر خاله رو دادم دم گاز؟ خدایا خداوندا، من چه گناهی کردم که اینطوری باید آبرون بره؟ چش حاجی جان، ما برسیم تهران من این حلش میکنم. فادی مگه ما با این ماشین چی کار میکنیم که نباید داخلش دیده بشه؟ مگه ما غلطی خلافی موادی جابجا میکنیم آقا نقی؟ نه خدا اون روزه نیاره ما بخوایم مواد جابجا کنیم. پس واسه چی شیشه های ماشین ما دودیه؟ این حاجی جان اشتباه نکن، کسی که بخواد مواد جابجا بکنه هیچ وقت شیشه‌اش دودی نمی‌کنه، هیچ وقت خودش تابلو نمی‌کنه. این نشان حسن نیت ماست که برمی‌داریم شیشه رو دودی می‌کنیم، نشان درست کار بودن ماست حاجی. مگر ما با این ماشین چیکار می‌کنیم که نباید داخلش دیده بشه؟ حاجی جان امنیت، برای امنیت بیشتر. امنیت امنیت، حفظ آبرو برای من از امنیت من واجب تره، متوجه شدی؟ این برای چندمین باره که تو مسیر به خاطر شیشه جلو ما رو میگیرن. من دیگه با این ماشین تهران بر نمیگردم. حاجی دو تا تلق ماینه رو میگیرم میندازم میدون دیگه بابا. تلق نیست آقا، من دیگه سوار این ماشین شیش در نمیشم.
شدم انگشت نمای مردم این منطقه. شیشه دودی، پرچم، مگه قرار نبود دیگه این پرچم رو نزنی؟ چش حاجی جان، چش، من این پرچم رو برمیدارم میذارم کنار. من با اتوبوس برمیگردم، با قطار برمیگردم، اصلا پیاده برمیگردم، ولی دیگه سوار این اسب یزید نمیشم. آقا نقی، برای آخرین بار دارم بهت میگم، یا من یا این ماشین، اگه قرار با هم کار کنیم یکی از این دوتا. والا من هوو داشتم اینقدر ارث نمیخوردم. چش حاجی جان، ارث نخور، چش، ارث نخور. غیر این باشه تسویه کن آقا نقی. ما رو به خیر، شما رو به سلامت. حاجی جان ولی اشتباه نکن، این ماشین عین کشتی میمونه، قشنگ میخوابه کف جاده. این موقعی که ارون بانه رد میشه برای شما که کلیه اینجوری کلیه دار... کلیه سر منو بخوره کلیه. صد بار من به شما گفتم اسم کلیه رو دیگه پیش من نیار. تموم شه. فاصله رو حفظ کن، فاصله رو حفظ کن، یواش. چی آقا؟ این رو پسر خاله شدی؟ حالا نگران نهار من هستی زر زر زنگ میزنی؟ من نهار خوردم، داخل لیموزینم خوردم، نهار مجلسی خوردم، سال بعدی. نوشه جان، پس توقف نمی کنی دیگه؟ به تو ربطی داره آخه؟ خیر، توقف نمی کنم. یه کله تا سن علنی مجلس میرم. بهبود چه خبر؟ بهبود چی؟ بهبود خوب شد، یعنی اشتباه شده بود. این داشته بازی بازی میخورده، بچه ها فکرن این دستش وحشی شده. یعنی چی اشتباه شده؟ اشتباه یعنی چی شده بود دیگه؟ حالا به خیر گذشت دیگه. شما پس رسیدی تهران، من خبر بده حاجی جان. الو این که همینطور یه خاله داره میره تهران که داری به این زیاد نزدیک میشی. یا ای بابا چه خاکی به سرمون کنیم، بنزین هم داره تمام میشه. به این داری زیاد نزدیک میشی یا الان میزنیم به این بدبخت میشیم. بزنم هم حرفه میزنم، نگران نباش جان. میگم بزنم یه جوری میزنم فقط بسته بیافته. یه بار دیگه تکرار کن آقا، اینقدر حواس من پرت نکن. مرد نایساب، من یه چیزی دارم همینجوری میگم، تو جدی جدی میخوای این کارو بکنی؟ کاری ندارم. اه چی داری میگی تو؟ عرسو به جان مادرم جن رفته تو. جان مادرت بخیال. بسم الله الرحمن الرحیم. آخ اینقدر فوت نکن، پیاز خوردی. مسئله مرگ و زندگیه، میفهمی؟ مسئله مرگ و زندگیه که این 20 صاحبم امانته. امانت باشه، باشه، هر چی طوری شد من پولشو میدم، خوبه؟ آقا مال طاهره خانم دختر محمود نقاش بدبخته، داده دست راننده که 2010 برای خودش و بچهای بدبختش کاسبی کنم. ای مال اونه؟ بله. نگران نباش پس. آقا جان مادرت میگم بی خیال. آه صورت تو رو شناخته نشی؟ خدایا خودت به من رحم کن. آقا من پس فردا سالون دارم، من بدبخت نکن. صدوف کردی؟ نه حاجه، از پشت رد به ایمون بزن بخواد بینیم چی شده. جنگ با نقی شروع شد. نقی از خون بگذره، از بدنه ماشینش نمیگذره. حاجه نمیذاره من بیام کنار. حاجه اینا سوه قصد با حضرت عباس. سوه قصد کدومه؟ دیگه بزن فقط آقا این سوه قصد به حضرت عباس کیون عشقه دم نانه سوه قصد ماشین داغون کردی. آقا من صد بار سپر به سپر کردم تو سربازه این سر گردنه، کمک ماشین های دیگه کردم، نگران نباش. فکر کنم ما اصله همراهمونه، یه چیزی همراهمونه، دست خالی نیست. نه اینجوری بیشتر تحریک میشن.
من زنده بمونم دیگه با تو تا سر پوچم نمیام. حاجی جا صفرشی شما. اسلحه کشید. ای بابا تو که میدونی فندکه که نقی پسر خاله بمیرم برات که آب پاش میکشی. پسر خاله نقی دارم از تنم دل نجاته میدم. داری انتحاری میکنی عرصو. بزن کنار آقا نقی، بزن کنار، ببینم چه اتفاقی افتاده. حاجی اشدت به باجی جان. بسته افتاد. آره به حضرت عباس خیلی خورد افتاد تو رودخونه. بزن کنار آقا نقی، بزن کنار ببینم چه اتفاقی افتاده. مطمئن مواد افتاد؟ آره پسر خودم دیدم از رو پل افتاد تو رودخونه. بریم رسید. بریم خودم مدبخشم که ها با قاچاق چیار چیارم. ولش کن بیا بریم. آقا نقی بیا بریم ولش کن. عروسکی رو چه کار کن؟ فدای سره، کاریه که شده. سوار شو بریم آقا نقی، به کارمون برسیم. آخ سرم. سوء قصد دیدی حاجی؟ دیدی چجوری میخواستم ما رو عصب کنن؟ من به شما میگم حاجی جان ما اسلحه لازم داریم، اسلحه لازم داریم. سوء قصد که با نیسان نمیشه نقی جان. حاجی جان اینا با یه ماشینی سوء قصد میکنن تابلو نباشه دیگه، نیسان آبی، چیزی که مثل ریگ ریخته نیسان آبی. حالا شما برو راننده رو پیدا کن. حالا ماشین چی شده؟ ماشین که داغون شد حاجی جان. تا تهران میره یا نه؟ تا تهران، تا مشهد میره. خب پس توکل به خدا برو بریم دیگه. میگی نریم حاجی جان؟ نه آقا جون، برو بریم به کارمون برسیم. عکس انداختی از ماشین؟ یه چند تایی گرفتم. ببینم. آجی جان، این انداختی؟ خب تو حرکت بود دیگه آقا نقی. خوبه. همینه میتونی بر من بفرستی؟ این که فقط فرق سرشه. نره فرق سرم فرق نره. همینو برات میفرستم. فرق نداره، بفرست اینه برای من. میفرستم برات. فدای تو بشم. کلی مولیت ردیف حاجی جان.